در بازار سهام نیویورک شاخص‌های ارزش سهام ماه ژوئیه و سه ماهه سوم سال جاری را رو به صعود و در حالی آغاز می‌کنند که امید به پیدا شدن یک واکسن مطمئن و کارآمد بعد از مژده شرکت فایزر بر نگرانی‌ها از بازگشت قرنطینه در پیامد بالا گرفتن موج ابتلا به کووید 19 غلبه کرد. جهش 4% ارزش سهام فایزر و شریک اروپاییش بایونتک به رشد شاخص‌ها کمک کرد. کاهش قابل ملاحظه نرخ بیکاری در آمریکا به 11.1% که نشان دهنده بازگشت 4 میلیون و 800,000 شغل است هم به رشد شاخص‌ها کمک کرد. Every week we see some surprises. این کارشناس مدیریت سرمایه‌گذاری در نیوجرسی میگوید هر هفته شگفتی‌هایی می‌بینیم و بعضی هم مثبت هستند. او مشکل بیکاری ناشی از تعطیل فلعی کسب و کارها را نگران کننده می‌داند ولی میگوید شاهد باز شدن کسب و کارها و بازگشت شغل‌ها هستیم. پرداخت افزوده به کمک هزینه بیکاری در آخر ماه ژوئیه تمام می شود و آن هم اشتغال ها را بالا خواهد برد. او می گوید مشاغل به خصوص در بخش خدمات باز می گردند ولی کسب و کارها با ظرفیت کامل کار نمی کنند و برای همین اندکی ضعف در بازار سهام انتظار می رود. داده های اقتصادی نشان می دهد که نزول شدید تولیدات صنعتی جهانی در پی قرنطینه در ماه ژوئن به کاهش گذاشت. و در آمریکا آمار تولیدات صنعتی به بالاترین سطح در سال جاری رسید. ضریب رشد 19% برای شاخص S&P 500 که نماینده طیف گسترده‌ای از سهام است در 20 سال اخیر بی‌سابقه بود. شاخص‌های دیگر هم سه ماهه سوم رو به صعود آغاز می‌کنند. این استراتژیست جهانی بازار سهام از شرکت اینوسکو می‌گوید جریان معاملات در بازار سهام به رهبری بازار از آغاز شروع کووید 19 تا کنون شباهت دارد که یعنی سرمایه‌گذاران همچنان سهام‌های رو به رشد را ترجیح می‌دهند.